به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین عزیزم. شب چله رو با یک روز فاصله تبریک میگم خدمتون. دیشب پست رو گذاشتم، عرض ادب و تبریک باش داشتم خدمتون. امیدوارم که همیشه جمع خانوادگیتون پر از صمیمیت و عشق باشه. و بریم سراغ تحلیل. یه خبری اومد، اشاره کرد آمریکا که 20 کشور پیوستن به این ائتلاف. ما تو تحلیل قبلی پرداختیم بهش که چه شرایطی میتونه اتفاق بیفته، ولی بریم یه کمی اونورتر. آمریکا داره ائتلافی رو تشکیل میده، حدسم درست بود. اشاره داشت به این که قرار هست این ناوچه ها و ناوها کشتی های تجاری رو همراهی کنن و مشایعت کنن تا آسیب نبینن از طرف عنصر الله یمن. ما یک فرض بدبینانه بگیریم، پیش فرضمون این باشه که این باعث نشه که عنصر الله یمن کار رو کنترل کنه، شلیک رو جلوشو بگیره و رفتارشو تغییر بده. اگه رفتارشو تغییر نده و همچنان به این بازی ادامه بده، خب مرحله بعد چی؟ آمریکا بعد عنصر الله یمن رو چیکار کنه؟ بعد حتما پاسخگوش کنه. پاسخگو کردن برای گروهی مثل عنصر الله یمن که اشاره کرده آماده جنگ با آمریکاست، نوعی از تنش و درگیری خواهد بود. آیا آمریکا میتونه به این سمت بره؟ اگه بره چه تبعاتی داره؟ این پیکان نقشه رو بچرخونیم به سمت اروپا. زلنسکی صحبتی کرد. من هنوز راجع به 400 گفتگوی آقای پوتین صحبت نکردم، اون هم بعد یه ویژه برنامه لایو داشته باشیم. اما آقای زلنسکی صحبت‌های کرد، دیدم رمضان قدیروف هم صحبت کرده. نکات جالبی تو دل صحبت‌های هر دو هست. قدیروف میگه که تا سال آینده برج 3 و 4 جنگ تموم میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که اوکراین نیروی پول، تسلیحات و نیروی رزم نداره. تا اینجا داره درست میگه برای امروز. این وقت زلنسکی چی میگه؟ میگه برای ادامه جنگ ما بین 450 تا 500 هزار نیروی رزم میخواییم. خب این رقم خیلی زیاده دیگه. مشخصا نیروی رزمشون الان خیلی تحلیل رفته. 450 تا 500 هزار نیروی رزم میخوان که عضوگیری کنن. احتمالاً آموزشی هم دیده نمیشه. اینا باید بیان توی محور درگیری. فصل زمستان است. اگر روسیه حملاتش انجام نده، اینا وقت دارن تا نزدیک برج 12 و اوایل برج 1 آموزش بدن این نیروها رو. ولی خود این موضوع 13 میلیارد دلار پول میخواد. و جمهوری خواه جلوی پول رو گرفتن. اون وقت جمهوری خواه وضعیتشون چیه؟ وضعیتشون اینه که آقا دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک تکمیل شه، بودجش تامین شه، یه سری از سیاست‌های حمایتی دولت نسبت به اخشار جامعه کاهش پیدا کنه. و مسئله این چون که خودش باعث ریزش رأی دموکرات ها خواهد شد. یعنی دموکرات ها اگه بیان به این سمت، باعث میشه که رأیشون بریزه. این وضعیت رو توی اروپا داریم. یعنی اوکراین فعلا نه پول داره، نه تسلیحات داره، نه نیروی رزم. خب اگه شرایط این شکلی پیش بره، موضوعی که وجود داره اینه که هنوز آمریکا با روسیه برای یک توافق نشستی نداشته. اگر الان نشستی داشته باشه، این توافق به نفع روسیه است. یعنی روسیه مشکلات امنیتی رو میخواد تو اون توافق لحاظ کنه، بگه ناتو بعد چه تصمیماتی راجبش گرفته بشه تا تحت امنیتیش نسبت به روسیه کاهش پیدا کنه، بگه که تحریم ها، سویفت، اینها باید باز شه، حساب اولیگارشایی که بسته شده، مسدود شده باز شه و خیلی از این مسائل. مطلوبش نی. حالا اگر آمریکا بیاد و این ائتلاف دریایی که توی یمن انجام داده، توی دریای سرخ، منجر به تغییر رفتار عنصر الله نشه و مجبور به درگیری بشه، این درگیری یه روزه دو روزه که نیست. این درگیری بر سر آبراهه هاست. عنصر الله یمن گفت خوشحالم مصر نپیوسته و به علت اینکه مصر نپیوست به این ائتلاف، کانال سوئز امن خواهد بود. ولی وقتی درگیری رخ بده، این امنیتی دیگه در کار نخواهد بود. یعنی دریای سرخ خلیج عدن خواهند زد. من دیدم ناو آیزنهاور نزدیک چند کیلومتری باب المندب هست. شاید برآورد اونها این هستش که عنصر الله موشک‌های
ضد ناو که ایران داره مثل خلیج فارس رو نداره. شاید هم خب الان فضا به اون شکل امنیتی نیست، درگیری جنگی نیست، این کار رو کردن. ولی خود انصاری یمن میگه خیلی چیزا داریم، همونطور که سید حسن نصرالله میگفت خیلی چیزا داریم، همونطور که ایران خیلی چیزا داره میده و خیلی هم رونمایی نکرده. خب تو چنین شرایطی پوتین یک گزینه مطلوب داره. اگر این فضا در دریای سرخ منجر به درگیری بشه، آمریکا باید درگیر شه. دیگه در سطح بازدارندگی اونجا نیست. یعنی بحث اسرائیل، بحث دریای سرخ، بحث مدیترانه، بحث عراق، سوریه، لبنان، اون بازی که در ابتدای جنگ اسرائیل فلسطین اتفاق افتاد نخواهد بود. خب نکته بعدی این که پوتین حالا میتونه پیشروی کنه و تو حین پیشروی از اوکراینی که نه نیرو داره، نه تسلیحات داره، نه پول، آمریکا باید چیکار کنه؟ تو وضعیت بدتر و شرایط سختری قرار بگیره. یعنی اگه بخواد بیاد پای میز مذاکره و صلح بشینه، شرایطش خیلی سخت‌تر هم میشه. خیلی سخت‌تر. یعنی با پوانای بیشتری هم بده. میبازه اروپا رو. اروپا رو میبازه. اروپا متوجه میشه که آمریکا توانایی بازدارندگی نداره. چه اتفاقی رخ میده؟ عربستان چیکار کرد؟ عربستان وارد این ائتلاف نشد. عربستان برای پولیتیکا گفته. گفته عربستان برای اینکه رابطش با ایران به هم نخوره نیامد توی این ائتلاف. برای نه خداش 40 کشور بیان بریزن سر انصاری یمن. یه عمر عربستان جنگیده، حالا 40 کشور دیگه هم بیان باش بجنگن به نفع عربستان. ولی میدونه چه اتفاقی میفته. برای خرید امنیت خودش و بقای خودش فاصلش با ایران رو کم نمیکنه. فاصلش با ایران رو زیاد نمیکنه. سعی میکنه روابطش با ایران رو حفظ کنه. اروپا هم سعی خواهد کرد روابطش با روسیه رو حفظ کنه. همین کاری که عربستان کرد و بخشی از سیاستهاشو به سمت دیگری سوق داد، شاید دلش بخواد غربی بازی کنه، ولی توانمندیشو دیگه نداره. اونها برای بقا زیست میکنن. اونها برای بقا نزدیک به غربن. برای خرید امنیت در کنار غربن. حالا که غرب نتونه این امنیت رو بده، تلاشمون خودش با نزدیکی به ایران این امنیت رو بگیره، با نزدیکی به چین و روسیه که یعنی فاصله گرفتن از آمریکا تا میزانی. حالا اروپا هم اگر آمریکا درگیر جنگی در دریای سرخ بشه و این جنگ زمان بر بشه و اوکراینی که نه تسلیحات داره، نه پول، نه سلاح، نه نیروی آماده جنگ، و روسیه که همه چیش فول هست، فول امکاناته و آماده پیشروی، چه اتفاقی رخ میده؟ من به شما میگم خیلی از عربستانات اروپا پیدا میشن که نزدیک روسیه میشن. خیلی از این کشورها نزدیک خواهند شد. شما دیگه ناتو معنای روح معنای خودش رو عملا روح خودش رو از دست خواهد داد. همون اتفاقی که برای پیمان ورشو افتاد. یعنی کشورهایی که در کنار شوروی بودن در مقابل غرب با تحلیل شوروی پیوستن به ناتو. این اتفاق میفته چون لحاظ امنیتی آمریکا نمیتونه امنیت اسرائیل رو تامین کنه، آمریکا نمیتونه امنیت اروپا رو تامین کنه، آمریکا نمیتونه امنیت عربستان رو تامین کنه. بیاید بریم یه نشست ماه گذشته شی جی پینگ و بایدن تو آمریکا، ام بی سی نیوز اشاره کرده تو یک مطلبی که شی جی پینگ گفته ما میخوایم تایوان رو الحاق کنیم ولی به دنبال یک راه مسالمت آمیز هستیم. یه چیزی شبیه توافقی که بریتانیا داشتن سر بر سر هنگ کنگ که خب 50 ساله بود. تا 50 سال هنگ کنگ بس سیاست خارجی چین رو در واقع لحاظ میکرد، اما در سیاست داخلی چین نفوذ نمیکرد، اجازه میداد سازوکار خودشون داشته باشن، ولی سیاست خارجیش اون چین واحده، هرچی چین تصمیم میگیره اینا هم باید اعمال کنن. این از دل یک مذاکره بیرون میاد. این از دل یک مذاکره با چی بیرون میاد؟ با تایوان. یعنی چین بعد با تایوان گفتگو کنه. تایوان که این کارو میکنه، تایوان الان دوست نداره، دوست داره کشور جدا باشه، درست؟ و دلگرمی و پشتوانش به کیه؟ به ارتش آمریکا. اگه ببینه ارتش آمریکا نمیتونه توی اسرائیل، توی اوکراین، توی عربستان، توی امارات، توی مجارستان، توی فنلاند، توی لهستان مشکلات دیگران را لحاظ امنیتی حل کنه، چه خواهد کرد؟ باید بره برای گفتگو. کی دلش میخواد اون حجم آتش توپخانه وحشتناک چینی ها رو تست کنه؟ به آمریکا شرایط خیلی سختی داره. آمریکا هم توی آبراهه ها باب المندب تا تنگه تا کانال تا تنگه هرمز ما تأمین امنیت کشتیان را دست داده. خطوط دریایی،
خطوط قدرت غرب، خطوط اقتدار ژئوپلیتیکی بحری را از دست داده، هم اعتماد کشورهایی که به پشتوانه امنیتی آمریکا سیاست‌های آمریکا را اعمال می‌کردند داره از دست میره. نمونه‌شو دیدید دیگه، مثال‌هایی که زدم. تو چنین وضعیتی آمریکا اگر با یمن درگیر شه، یک بازی برد و باخته. یعنی ممکنه ببازه، ممکنه ببره. برای بردش باید انصلای یمن رو نابود کنه. باید تنگه در واقع باب المندب رو در کنترل خودش به دست بگیره. باید فلسطین رو نابود کنه، حماس رو نابود کنه. باید اسرائیل رو قدرتمندتر از همیشه به نمایش بذاره. باید سیاست‌های خودش توسط کشورهای عربی اعمال و انجام بشه. باید چارچوب اوپک پلاس بشکنه. باید تأمین مالی اوکراین رقم بخوره و باید دستاوردها در زمین جنگ دیده بشه. باید تلاش کنه یک پارچگی اروپا رو حفظ کنه. برای یک پارچگی اروپا باید قیمت نفت رو پایین نگه داره و بتونه سیاست‌های انقباضی خودش رو کاهش بده. برای تمرکز بر چین باید تمام این مشکلات رو حل کنه، کریدورها رو و ائتلاف هایی که داره میچینه رو، مثل ناتوی شرقی، مثل ناتوی منطقه ما که داره شکل میگیره رو ایجاد کنه، ایران رو مهار کنه، روسیه رو مهار کنه، بره سراغ چین. چقدر فاصله داره آمریکا با این فضا؟ چقدر فاصله زیاده؟ و این عدم تمرکزی که داره برای آمریکا ایجاد میشه چقدر کارو براشون سخت کرده؟ محوری در پشت محور دیگری. تصور کنید حالا یه محور دیگه جای دیگه هم باز شه. دیدید توی آفریقا شرایط چطوری بود؟ نیجر، بورکینافاسو و مالی. شما تصور کنید یک تغییر و تحولاتی در نیجریه رخ بده، در سنگال رخ بده، غرب آسیا و شکل اقتصادی غرب آسیا دچار فروپاشی بشه. اقتدارگراهایی که تمایل زیادی به نزدیکی به ایران و روسیه دارن چون تسلیح میشن و لحاظ امنیتی میتونن ساختار حکومتی که به دست آوردن با کودتا، انقلاب یا هر چیزی رو حفظ کنن. خیلی جذاب برای یک جنرال ارتش که کودتا کنه در آفریقا و با کمک روسیه و ایران تضمین بشه اقتدارگرایی و سیستمی که داره اونجا پیاده میکنه برای یک دولت ملت. چه آسیب های جدی وارد میکنه با آمریکا. آمریکا اومده ائتلاف آورده، ولی باید این ائتلاف در سطح بازدارندگی باشه. همون کاری که برای اسرائیل کرد، ناوهاش آورد، ناوچه‌هاش آورد، کشورهای دیگه رئیس جمهوراشون آوردن، نخست وزیرشون اومدن، وزیر خارجه‌هاشون اومدن. تمام اینا برای چی بود؟ بگن که آقا ما ایستادیم، ما هستیم، بازدارندگی ایجاد کنن برای جنایات اسرائیل. خب اگر اینطوره، این بازدارندگی جواب نداده، انصرالله یمن شبکه راه ارتباطی با المندب رو مسدود کرده. اگر بخواید یک قدم بالاتر از سطح بازدارندگی بازی کنید، چه تضمینی هست که روسیه سراغ اوکراین نره وقتی جمهوری خواهان بودجه آمریکا رو نمیپذیرن و میگن که اگر ما بخوایم بی‌پروا به اوکراین پول بدیم، این خودمون گیر میکنیم. ما الان خودمون بیشتر از همیشه نیاز داریم برای سیاست‌های نظامیگریمون پول داشته باشیم. و لبخند جکند پوتین و مصاحبه های پشت سر هم و جلوه رسانه‌ای که به این شخص میدن و روسیه که داره بزرگ دیده میشه و رئیس جمهوری که با اعتماد به نفس پیش از 400 سوال مخاطبین رو پاسخ میده و زلنسکی که در زمین مقابل میگه که توجه از اوکراین رفته. بله میره. حالا آقای زلنسکی اگه جای دیگه محور دیگه باز شه چی؟ و صحبت شی جی پینگ به بایدن، NBC نیوز گفت مدعی شد که شی جی پینگ به پوتین گفته ما بنامون این هستش که تایوان رو به چین واحد الحاق کنیم، تلاش اون مسالمت آمیز باشه. ولی بناشو دارن خود آمریکایی‌ها پیش زمینه فکری و برآورداشون 2025 تا 2027. 2025 که میگیم یه سال دیگه است. و آمریکا تصور کنید تو اروپا درگیره، اروپایی‌ها تسلیحاتشون ته کشیده، آمریکایی‌ها اینور از باب المندب تا خلیج فارس و شامات و مدیترانه و آفریقا درگیرن. تصور کنید این درگیری حالا بکشه به شرق، هی ناوا رو میخواد پیچ کنه به این ناوه، برو اونور، نه 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 برگرد اینور، نه 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 برو شمال، نه 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 برگرد جنوب. این وضعیت رو داشته باشید. یه موردی هم که هست
به خوبی دیده شده در زمینه ایران، روسیه، چین، با اینکه در نقاط شاید اشتراک نظر نباشه، شاید هر کشوری به اساس منافع ملیش بازی سیاسی خودشو بکنه، مثل غلطی که در تو جزایر سگانه روس‌ها میکنن برای اینکه پوان بیشتری از اعراب بگیرن و اعراب این امنیت رو از روسیه بخرن، که روسیه که هیچ پدر جد روسیه هم نمیتونه به این امنیت بده، امنیت میخوان فقط ایران. اما این بازی‌های سیاسی همیشه بوده، اما در دل مقابله با آمریکا همیشه یک فضای کاملا متحد و بازی هماهنگ رو دیدیم در زمینه کمک به روسیه، در زمینه طرحی که از روسیه و چین به سمت ایران روانه شد، اجلاس‌ها و بریکس و شانگهای اینا که انجام شد، تسلیحات، توافقات 20 ساله، 25 ساله، 20 ساله روسیه که داره آماده میشه، تو بحث همکاری‌های مشترک در قفقاز برای اولین بار رخ داد، و خیلی هم مسائل، خیلی هم مسائل. حتماً آمریکا با یک حریف محور مقاومتی تنها روبرو نیست. آمریکا با یک شبکه گسترده از آفریقا تا غرب آسیا، شرق آسیا و دل ورودی آسیا به اروپا رو بروه، و این شبکه است که بازی رو داره کنترل میکنه و جهت میده، نه آمریکا. این حماس است که به اسرائیل حمله کرد، نه اسرائیل به حماس. این روسیه است که به اوکراین حمله کرد، نه اوکراین به روسیه. این چین هست که میخواد به تایوان حمله کنه، نه تایوان به چین. این ایران هستش که تهدید میکنه اگر پاتون تو سیانک بذارید با خاک کیتون میکنم. اونا گرد مال این حرفا نیستن. این بلوک شرق تهاجمیه و این بلوک شرق تعیین میکنه چه زمانی، در چه تاریخی، در چه مکانی، کدوم نقطه، کدوم محور باز شه، در چه ساعتی باز شه و چگونه ادامه پیدا کنه، چگونه پایان پیدا کنه. پس آمریکا باید حواسش باشه وقتی که ائتلاف تشکیل میده با بیش از 20 کشور که خیلی هاشون جرأت ندارن اسمشون رو بیارن، وقتی که یمن، انصرالله یمن بی پروا میگه ما آماده جنگیم و امارات عربستان نیام وسط، نمیخوایم اینا رو هدف قرار بدیم، دوست داریم پنجه در پنجه اصلی بندازیم، باید بدونه که اگر این ائتلاف در سطح بازدارندگی جواب نده، عربستان های زیر تو اروپا اتفاق خواهد افتاد در گوشه گوشه دنیا. این هم یک موضوعه. درسته که ژاپن بودجه نظام شده رو 56 میلیارد دلار. درسته که فیلیپین خیلی داره با آمریکا تکیه میکنه، ولی اونا میدونن اگر آمریکا نتونه لحاظ امنیتی تأمین کنه امنیت این کشورها رو، باید راه گفتگو رو هم مد نظر قرار بدن و توافق با چین. اروپایی باید راه گفتگو با روسیه رو مد نظر قرار بدن بدون توجه به آمریکا در توافق با روسیه. کشورهای عربی باید گفتگوها با ایران و توافقات و نظم منطقه رو با ایران گفتگو کنن بدون حضور آمریکا. این وضعیته، یعنی آمریکایی‌ها دارن در دهان اژدها وارد میشن، اژدهایی که میتونه آتش رو به سمتشون روانه کنه. بازی ائتلاف هوشمندانه بود، اما باید مؤثر و تاثیرگذار هم باشه. مرسی همراه بودید. منتظریم ببینیم این 20 کشور چه معجزه‌ای در چنته دارن و عصای موساشون رو پرت کنن، ببینیم این مار واقعیه یا از اون ماراییه که با جیوه کار میکنه. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.